علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم، بفرمایید. سلامت باشید، از خسته نباشی دارم خدمت شما استاد موحد بزرگوار و همگی زحمت کشان در شبکه موفق جهانی نور. سلامت باشید، بفرمایید. ممنونم. با توضیحاتی که فرمودید من چند تا سوال تو ذهنم هست که میخوام با شما در میون بذارم. بفرمایید. خواهش. استاد موحد، در دین اسلام هیچ اجباری وجود نداره، درسته؟ دقیقا همینطور هست. اینکه چرا واقعا شیعیان این کارهایی که امروز انجام میدن، یعنی کلان خرافات و جنایتی که انجام میدن، من جمله همین کارهایی که تو مراکز دینی و آینی خودشون من جمله کربلا و حرم امام رضا و غیر انجام میدن یا در سر زیارت قبور، اینا رو به اسلام نسبت میدن؟ یک. و چرا کسانی که متاسفانه سر سفره شیعیان و یا این خرافات شیعیان بزرگ شدن و بعد از دین زده شدن، به نوعی دوباره به دین اسلام توهین میکنن و تمام این خرافات رو از چشم اسلام میبینن؟ و موضوع دیگری این که آیا واقعا در کشور ایران این حکومتی که امروز هست برای دین گریزان، برای دین ستیزان، برای دشمنان اسلام و انسانیت هیچ موقعیتی نذاشته، مثل خانه های عفاف، مثل شرکیات، مثل خرافات و مثل کارهایی که واقعا در اسلام هیچ جایگاهی نداره، ولی با وجود این مسائل باز عده‌ای پیدا میشن که واقعا میگن به دین اسلام توهین میکنن، به اعتقادات مسلمانان توهین میکنن؟ شما مقایسه کردید که کارهایی که این اشخاص به نام اعتقاد شیعه انجام میدن تمام مشابه کارهای یهودیان، بلکه بدتر، و یا گاوپرستان هندو، بلکه بدتر است، ولی باز متاسفانه عده‌ای هستن که کثیر هم هستن، کم نیستن، به دین و اعتقادات مسلمانان توهین میکنن و خودشون رو روشنفکر جلوه میدن. من میخوام جواب این سوالات رو شما بدید. ممنون میشم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. خیلی متشکرم، ان شاءالله سعی میکنم در حد توان جواب بدم بهتون. جواب این هست که اعتقاد مسلمان ها بر اینه که نمیشه به کسانی که حتی بهشون توهین میکنن بهشون توهین کنید، یعنی کسانی که معتقد هستند دینشون رو از قرآن میگیرن و از سنت پیامبر میگیرن، معتقد بر این هستند که اگر به ما توهین هم بشه جواب توهین رو با توهین نخواهیم داد. اما کسانی که دینگوریز میشن، یعنی از دین کلا زده میشن، دیگه این اعتقاد اعتقاد اونها میتونه نباشه. یعنی اگر ما میریم از طریق اونها توهینی میشه، دیگه اعتقاد اسلام نیست. اگر این آخوندها توهین میکنن، لعن میکنن، فحش میدن، اینها اعتقادات اسلام نیست. کسانی که دینشون رو از قرآن میگیرن و از سنت پیامبر، اونها کسانی هستند که حق ندارن در جواب فحش فحش بدن، حق ندارن در جواب توهین توهین کنن. ولی کسانی که بر این معتقد نیستن دیگه مسیرشون رو خودشون انتخاب کردن. بفرمایید. خواهش میکنم تماس بعدی. خودتون معرفی کنید لطفا. الو، سلام. آی موحد. علیکم السلام. شبکه جهانی نور. بله، بفرمایید، در خدمتتون هستم. خسته نباش آی موحد. سلامت باشید. جزاک الله خیر، به خاطر این همه زحمتی که میکشین. و یاکم، خواهش میکنم. الله بهتون اجر بده. آمین. سلامت باشی، ممنون. زنده باشین. آی موحد شرمنده، میتونم بعد برنامه با شما خصوصی صحبت کنم؟ راجع به یه خواهر هدایت یافته است. ممنون میشم، خیلی موضوع مهمیه، لطف بفرمایید. انشالله من بعد از برنامه شب میکنم بهتون پاسخ میدم، حتما از همین طریق. خوشحال شدم با تو صحبت. خب من ببخشید، من میتونم بعد برنامه ساعت چند من همان کنم که بهتون زنگ بزنم؟ ممنون میشم، الله بهتون اجر بده. نیم ساعت 40 دقیقه دیگه تماس بگیرید. متشکرم، انشالله.